عالم عملی که انجام میدی به خودت برمیگرده، این یه دام دیگه، اگر تو بدی کنی به تو برمیگرده ها. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کس به اندازه ذره خوبی بکنه او رو میبینه. بنابراین خود این یک دام است، میگه پیش دام حکم عجز خود بدان. در یک تعبیر بسیار زیبایی مولانا در یک غزل، غزل شماره 343، یک غزل بسیار زیبا است. قبل از این غزل رو برای توضیح دام، ما الان در کلمه دام هستیم، اول یوسف رو گفتیم بعد جام رو گفتیم، حالا داریم دام رو میگیم، یک توضیحی بنده اینجا خدمتتون عرض بکنم. اولا تمام همت انبیا و اولیا این بوده است که انسانها رو به دام عشق و به دام معرفت گرفتار بکنن تا از دامهای دیگر رها بشن. و در اینجا مولانا یک نگاهی داره، میگه شما گاهی در دام ثروتهای ظاهری قرار میگیرید و گاهی در دام ثروتهای حقیقی قرار میگیرید. تمام نگاهی که عارف میخواد به من بده این است که تو مواظب باش در دام این ثروتهای ظاهری گرفتار نشی، یعنی در دام مقایسه، در دام مسابقه، در دام ثروت، در دام شهرت، در دام قدرت، این دام هایی که اینجا مطرح است. حالا توجه بفرمایید، مولانا یه بحثی مطرح میکنه به نام این که انسان ها کجا فقیرند و انسان ها کجا ثروتمندند، و اصلا یه بحثی است به نام فقر و غنا. از نظر شما، شما به کی میگی فقیر؟ یعنی از نظر عرف اجتماعی وقتی که ما میگیم یک نفر ثروتمند است و غنی هست، این غنای او رو چگونه ما نگاه میکنیم؟ کسی بهترین اتومبیل ها رو داشت، بهترین ساختمان ها رو داشت، ما میگیم این فرد ثروتمندی است، ولی اگر کسی نان شب نداشت ما به او میگیم فقیر. اینجا در این دام ها، وقتی که انسان این دام ها رو توجه بکنه، نگاهش به مسئله فقر و غنا عوض میشه. من بحث مفصلی در مورد فقر و غنا داشتم، اما توجه داشته باشید، کلمه فقر همینطوری که استهزار دارین در عرفان هم به کار گرفته میشه و پیغمبر اکرم میفرماید الفقر و فخری، فقر فخر من است. و این کلمه درویشی که به کار میبرن، اصلا عارف یعنی درویش، یعنی کسی که فقیر است، یعنی کسی که به فقر رسیده است. و در قرآن هم هست یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیران به سوی خدا هستید، که بعضی میگن اصلا ما فقریم. اما توجه داشته باشید انسان ها در کجا فقیر هستند. ما چند نوع فقر را، اول اینو بگم، فقر رو شما نگاه کنید، فقر دو تا معنا میتونیم از فقر استنباط بکنیم، استفاده بکنیم. یکی فقر جبری و قهری و اضطراری که انسان فقیر میشه، و یکی فقر اختیاری، یعنی فقری که شما باید دنبال اون فقر برید. یکی فقری که اون به دنبال شما میاد، شما رو به زمین میزنه، و دیگری فقری که شما باید به دنبال او برید و باید افتخار به او بکنید و باید ورزش بکنید. یعنی ورزه‌ای داریم به نام فقرگیری، یعنی فقر بگیرید، شما فقیر بشید. حالا این یعنی چی این که فقیر بشید، ثروتمند بشید؟ من براتون عرض میکنم، این فقر اول فقر اضطراری است، که اون فقری است که خانمان سوز است، ریشه سوز است، انسان سوز است، جامعه برانداز است، و اون فقر را اکثر آدم ها حساب میکنن که فقر اقتصادی است، یعنی فقر کسی که خانه ای ندارد، فقر کسی که نیازهای اولیه‌اش تأمین نمیشه، فقر کسی که گرسنه است، فقر کسی که در پرتو این گرسنگی امنیت خودش رو از دست میده. و این فقر رو میگن فقر اقتصادی، که پیغمبر اکرم فرمود به هر شهری که فقر وارد شود از در دیگرش ایمان بیرون میرود. اما توجه داشته باشید، انسان برای اینکه بخواد زندگی بکنه و برای اینکه بخواد خوب و خوش باشه، ثروت های متعددی برای او مطرح است. در کنار این ثروت ها فقر هم معنا پیدا میکنه. فقر فقط فقر اقتصادی نیست، ما چهار سرمایه باید داشته باشیم و با این چهار سرمایه باید ثروتمند بشیم. سرمایه اول سرمایه اقتصادی است، قطعا انسان باید تأمین بشه. نیازهای ابتدایی انسان به قول ابراهام مزلو، یعنی نیازهای واقعی انسان باید تأمین بشه، عبارت است از امنیت، عبارت است از غذا، پوشاک، مسکن، و انسان باید ثروت داشته باشه. سرمایه اقتصادی
دوم سرمایه انسانی. سرمایه انسانی یعنی من چه هنری در این جامعه دارم، چه نقشی در این جامعه دارم، رفتم تحصیلاتی کردم، یک فنی یا یک علمی یا یک هنری را من آموختم، این هم یک سرمایه من است که من چیکاره هستم، من چه نقشی در این جامعه دارم. اگر انسان اون هنر و اون فن و اون دانشی که لازم است برای زندگی نداشته باشه، اون فقیر است. حالا فقر اقتصادی داریم، فقر انسانی داریم. سوم فقر اجتماعی است، یعنی تا چه مقدار شما دوست دارید، دوستانی دارید، تا چه مقدار شما جاذبه دارید، تا چه مقدار شما دافعه دارید. پیغمبر اکرم می‌فرماید که یک دوست بسیار، یک هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار است. و بدبخت اون انسانی است که نتوانسته دوستانی برای خودش ایجاد بکنه، و بدبخت‌تر از اون کسی است که دوستان خوبش رو هم از دست میده، در اثر کوچکترین مسئله دوستان خوبش رو از دست میده. بنابراین سرمایه اجتماعی اینه که شما چقدر در جامعه محبوبیت داری، محبوبیت درست، نه اینکه محبوبیت برای من هدف بشه، یعنی من دوستانی دارم. تا چه مقدار شما شفقت داری، تا چه مقدار محبت داری، تا چه مقدار احساس نمی کنی اگه کسی رو دوست داری باید مالک او باشی، این مال من است، بنابراین به دیگران نباید این شفقت و مهربانی داشته باشد، تو آدم فقیری هستی که فکر می کنی باید مالک دیگران باشی، این هم سرمایه است. پس سرمایه اول سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی. سرمایه چهارم سرمایه معنوی و روحی و روانی است، مثل امید، مثل اطمینان، مثل توکل، مثل آرامش، مثل عشق، مثل شفقت ورزی، و در یک کلمه معنویت. یعنی اگر من ماشینم رو دزد برد، اگه سرمایه اقتصادی داشته باشم چاره میکنم، میگم خب میرم یه ماشین دیگه میخرم. اگر دزد آمد اموال منو برد، اگر ماشینم خراب شد، از سرمایه اقتصادی استفاده میکنم. اما اون جایی که یک بحرانی برای شما به وجود میاد، شما از همسر جدا میشی، چگونه با چه سرمایه‌ای میتونی خودت رو بسازی و کنترل بکنی؟ اون جایی که به شما میگن شما سرطان داری و سرطانت از مرحله 3 گذشته، چگونه میتونی تاب‌آوری داشته باشی و خودت رو کنترل کنی؟ اونجا باید شما سرمایه داشته باشی. اگه نتونی شما آدم فقیری هستی، ولی اینکه 10 تا آپارتمان هم شما داشته باشید. اون جایی که همسر خودتون رو از دست میدید، همسر جوانتون رو از دست میدید، چگونه میخواید خودتون رو اداره بکنید؟ اونجا با پول نمیتونید خودتون رو اداره بکنید، اونجا با دوستانتون هم نمیتونید خودتون رو اداره بکنید. یک سرمایه های دیگری انسان میخواد. اون جایی که انسان میبینه باید عصیان بکنه، اون جایی که باید ضربه به دیگران بزنه، سرمایه های روحی و روانی در اونجا لازم است. خب حالا توجه داشته باشید، اینا سرمایه هایی است که انسان ها دارن. فقر اول فقری است که فقر اضطراری، مخصوصا در قسمت اقتصاد که انسان فقیر باشد. پیغمبر فرمود کاد الفقر ان یکون کفر. اما یک فقر دیگری ما داریم که عارف اون ما رو تشویق به او میکنه، و اون فقر این است که این فقر رو شما در خودت ایجاد بکن که نسبت به ثروت‌های ظاهری این دنیا تو خودت رو نبازی. اگر خودباخته شدی در برابر ثروت‌های ظاهری دنیا، تو محروم میشی از یک سلسله طعام‌ها و غذاها و دریافت‌های آسمانی. آسمان هم یعنی نه این آسمانی که بالا سر ماست، آسمان یعنی فضای لایتناهی، به معنای این که تو روحت بزرگ بشه، تو به آرامش برسی. اگه در برابر این ثروت‌های ظاهری پرهیز نداشته باشی، نه این که بری فقیر بشی ثروت اندوزی نکنی، نه ثروت داری، ولی جاذبه های این ثروت که بیاد برای تو آیدنتیفای بشه و هم هویت بشی و خودتو پشت این ثروت ها پنهان بکنی. مولانا معتقد است به این که اگر شما این فقر رو در خودت ایجاد، یعنی من فقیرم یعنی ثروت منو گول نمیزنه، اگر اینطور شد، این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد، تازه شیر دیو جان را وابری. شیر دیو یعنی شیطان بهت شیر بده، با همین ثروت‌های ظاهری تو رو فریب بده، در فتام او بسی نعمت خوری. این رو بهش میگن فقری که از او تعبیر به زهد میکنن. دوم مولانا به ما میگه از این یه پله بیایید بالاتر، نه تنها در برابر ثروت و مال دنیا، در برابر هر آنچه که منو از خود تهی بکند و هر آنچه که منو غافل بکند.
و هر آنچه که من رو مانع من باشد از اون سیر و سلوکم چیست؟ دنیا، از خدا غافل شدن، نه قماش و وزنه و میزان و زن. اینجا من دیگه دنبال ثروت‌های حقیقی میرم. اون ثروت‌های حقیقی همون قسم چهارم و سومی بود که بنده اشاره کردم، ثروت‌های اجتماعی، ثروت‌های روحی روانی و ثروتی که این ثروت ذاتی من میشه، ثروتی که نه از بیرون به من بدم، ثروتی که از درون من بجوشد. شاه آن باشد که از خود شه شود، نه به مخزن‌های لشکر شه شود. بله، مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست، هستی آن دارد که با هستی عدوست. مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست. من مخزن رو گدایی نکنم از دیگران، بلکه مخزن از ذات من باشد. وقتی که مخزن از ذات من بود، این ثروت میشود ثروت ذاتی، من به ثروت حقیقی میرسم. ثروت های حقیقی چی هست؟ ثروت های حقیقی عبارت است از معرفت، عبارت است از قناعت، عبارت است از مناعت و عبارت است از فضیلت. این چهار تا. من اهل معرفت باشم، من اهل قناعت باشم، یعنی بسنده بکنم به این دنیا، کم بسنده بکنم به این دنیا، حرص نزنم. اون حرص منه و خوده، و عرض میکنم که قناعت در وجود من باشد، مناعت در وجود من باشد و فضیلت. فضیلت هم فضائل اخلاقی است. فضائل اخلاقی هم هفت است. عفت یعنی دهان من، شکم من عفت داشته باشه، در برابر قوه شهوتی که حرص میزنه من عفت داشته باشم. عدالت، شجاعت، حکمت، عشق، امید، ایمان، اینا فضائل هفت گانه است. اینا ثروت های حقیقی است. اینم بهش میگن فقر عارفانه. اون اولی فقر زاهدانه بود، دوم فقر عارفانه، و فقر آخر فقر در مقام فنا، فقری که حتی این ثروت‌های باطنی رو هم از خودم نمی‌بینم، چون من خودم رو لا می‌بینم. من فقیر نیستم، من فقرم. هر آن چه که بگم من دارم از خودم نیست، برای اینکه ما بلغیری، ما هر چی که داریم بلغیر داریم. علم من بلغیر است، غیر به من داده. سلامتی من بلغیر است، غیر به من داده. نور من را غیر به من داده است. نان من را غیر به من داده. اصلا ما همش بلغیریم، بلغیریم. اون غیر، اون حقیقتی است که همه عالم اوست، و من خودم رو در برابر او فانی میبینم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا اگر انسان توانست در این دام فقر قرار بگیرد و از اون دام ها خودش را نجات بدهد، مولانا میگوید که رسته است، و به مقدمه میشود برای اینکه این انسان به فلاح برسد، یعنی به رهایی و آزادی برسد. مولانا در یک غزل بسیار زیبایی، در غزل شماره 343 دیوان شمس می‌فرماید: ز همراهان جدایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست. ز همراهان جدایی مصلحت نیست یعنی چی؟ عرض می‌کنم که ز همراهان جدایی مصلحت نیست یعنی همون ثروت انسانی و اجتماعی رو باید شما در نظر داشته باشی، نمیتونی دافعه داشته باشی میخوای حرکت بکنی. ز همراهان جدایی مصلحت نیست. سفر، ما داری سفر میکنی، میخوای انسان بشی، میخوای تکامل پیدا کنی. بی روشنایی مصلحت نیست، در این سفر باید نوری در وجود تو باشد. سفر بی روشنایی مصلحت نیست. چون ملک و پادشاهی دیده باشی، اگه به اون ثروت حقیقی رسیده باشی، اگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، اگه فهمیدی که این ثروت ها همه تو رو میگذرن میرن، اما به اون ملک و پادشاهی حقیقی رسیدی، پس شاهی گدایی مصلحت نیست. چرا اینقدر گدایی تو؟ گدایی دیگه مصلحت نیست. شما را بی شما میخواند آن یار. اون یار اگر شما رو میخواند، شرط آمدن به سوی اون یار اینه که بی خود بشی، بی شما بشی. شما و من و تو و اون، مال من مال اونه، این مال من، این من منی است که من گرفتار یک ذهن بازیگر شدم. ذهن من نباید فقط بازیگر باشد و خودش رو ببازد، باید تماشاگر هم باشد. یعنی من بازی میکنم مثل کسی که در میدان فوتبال داره بازی میکنه، ولی بازی خودش هم تماشا میکنه.
ما نباید از تماشا کردن خودمون غافل بشیم. اگه از تماشا کردن خودمون غافل بشیم، ذهن ما میشه بازیگر. وقتی ذهن بازیگر شد، ما گرفتار میشیم. مولانا میگه شما را بی شما میخواند آن یار، شما را این شمایی مصلحت نیست، شما را این شمایی. این شمایی یعنی این شمایی، این منم، این توه، این مال منه، این باید مال من باشه. اینا همه تو رو مریض میکنه. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، و آن نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. اون نفسی که با خودی، اون نفسی که با خودت هستی، یعنی خودخواهی، یعنی یک خود ذهنی درست کردی که دقیقا بازیگری تو اون ذهن، هر کی رو ببینی برات خار، برات مانع دیگه، چون من میخوام مطرح باشم. بنابراین چون من میخوام مطرح باشم، هر کی در کنار من قرار بگیره به عنوان یک خار مطرح، چون من اینجا مطرح هستم. این من کاذب است که قبلا گفتم. و نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. اصلا اگر بی خود شدی دیگه، یا تو با یار یکی هستی دیگه، یار چه کار آیدت، من و یار دیگه مطرح نیستیم. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای. یعنی آدمایی که با خودن و ذهن بازیگر دارن، در اثر کوچکترین تلنگری شکسته میشن. یه پشه میتونه اینا رو کاری کنه که تا صبح نخوابن. یه پشه میتونه کاری بکنه که اینا اصلا من خودکشی بکنن. آقا از منده تعریف نکردن، من اینجا که وارد شدم نگفتن موهای تو چرا اینطوریه، چرا کراواتت اینطوریه، اصلا توجه به من نکردن. آن نفسی که بی خودی، آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، و آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. فیلها رو میتونی شکار بکنی. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه، ابرهای قصه میاد تو رو میگیره. چرا اونجا توجه نکردن؟ چرا فلانی بهتر از منه؟ چرا دختر اون رفت دانشگاه؟ پسر من چرا موند؟ همه اینا همه خودیه دیگه. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. آن نفسی که با خودی یار کناره میگیره میکند، وان نفسی که بی خودی باده یار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. وقتی بی خود میشی، همه زمستان ها برای تو بهار میشه. جمله بی قراریت در طلب قرار توست، طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت. شما را بی شما میخواند آن یار، شما را این شمایی مصلحت نیست. چه خان آسمان آمد به دنیا، وقتی که سفره آسمانی اومد تو این دنیا، یعنی سفره اسپریچوال، سفره معنویت به دست انبیا، وقتی که اومد توی این دنیا، دام اون سفره که پهن شد، از این پس بینوایی مصلحت نیست. اگه میخوای به ثروت حقیقی برسی، بیا توی این دام قرار بگیر. در این مطبخ، یعنی در این آشپزخونه دنیا، چه قربان است جانها، که جانها همه در حال قربانی شدنن. تو همیشه در حال قربانی شدنی. شما در حال قربانی کردن خودتون هستید. همین الان داری به حرفای من گوش میکنی، داری خودت قربانی مولانا میکنی. باریکلا. گاهی قربانی ثروت میکنم، گاهی قربانی شهرت میکنم. قربانی چو دونان نان ربایی مصلحت نیست. در این مطبخ که قربان است جانها، چو دونان نان ربایی مصلحت نیست. بگو آن حرص و آز راه زن، اون هرس میاد در وجود من، یعنی ذهن بازیگر. هی بازیگری میکنم، میخوام بیشتر داشته باشم، بیشتر داشته باشم، یعنی نه فقط پول داشته باشم، بیشتر تعریفم بکنن، بیشتر طرفدارم باشن. بگو آن هرس و آز راه زن، بگو آن هرس و آز راه زن را که مکر و بدنمایی، یعنی اینقدر خودنمایی میکنین، بدنماییه، مصلحت نیست. چو پاداری برو دستی به جنبان، حالا که سلامت هستی برو یه کاری بکن، دست داشته باش. خداوند در قرآن میگه دستاتون به گردنتون نباشه. کسی که دستش به گردنه، نه تو دستش تو جیبش میره، نه دستش تو کیفش میره، نه دست کسی نمیتونه بگیره. میگه چو پاداری برو دستی به جنبان، اگه سلامت هستی برو یه کاری بکن. تو را بی دست و پا، همتون موندی بی دست و پایی، مصلحت نیست. چو پای تو نماند پر دهندند، وقتی که پایش خودتم قربانی کردی، از اون پا هم آمدی بیرون، بهت پر میدم که پرواز کنی. که بی پر در هوایی مصلحت نیست. چو پریابی، حالا اینجا مولانا میگه وقتی که پر پیدا کردی، به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست. لا یمکن الفرار من
من حکومتک، از حکومت خدا، یعنی از این قضا و قدر که نمیتونیم فرار بکنیم، ولی قضا و قدر تو عوض کن، خودت به دست خودت، از این قضا و قدر برو توی قضا و قدر دیگه، از این نظام برو توی یک نظام دیگه. همای قاف قربی، قاف قله، قاف یه قله فرضی است که خیلی دوره اون قله، اما این قاف انقدر دوره که قربه، نزدیکه، هم دوره و هم نزدیکه. اون قاف، کلمه کوه قاف رفتی، قله قاف، قاف مخفف قلبه و مخفف قلم، قلم یعنی تأثیرگذاری، قلب یعنی تأثیرپذیری، یعنی عاشقی و معشوقی. خوب توجه بکنید، قلب مخفف قلم و مخفف قاف مخفف قلم و قلب است. همای قافی یعنی تو اون همایی هستی که داری پرواز می‌کنی بری به اون قلب و قلم برسی، به صاحب قلم برسی. همای قاف قربی ای برادر، هما را تو، همایی مرغ، همایی جز همایی مصلحت نیست، باید همایی داشته باشی. اگه میگی هما هستم باید همایی باشی. جهان جوی و جهان مثل یک جوی آبه، صفا بحر، و اما اگه به صفا و پاکی بخوای برسی مثل یک دریا. تو ماهی در این جو، یعنی تو این جوی جهان، آشنایی یعنی شنا کردن مصلحت نیست، نمیتونی تو این جوی جهان خودتو نشون بدی، اینقدر دست و پا تو این جهان نزن، فقط این جهان را نگاه کن، ذهن نظارگر داشته باش، ازش بهره بگیر برای اون معنویته. خموش باش و فنای بحر حق شو، خموش باش و فنای بحر حق شو، که به هم بازی خدایی مصلحت نیست. یعنی در کنار خدا شرک بخوای قائل بشی، که من و او، دیگران و او مصلحت نیست. تمام مراتب هستی از نظر مولانا عرض کردم دامی است که پهن شده و انسان ها مانند مرغه هایی هستن، منتها این مرغه ها بعضی ها ناتوانن، بعضی ها خیلی توانایی پرواز دارن. اونایی که ناتوانن در این دام های شهوت و قدرت و ثروت و جاه و مقام گرفتار میشن، اونهایی که توانا هستن میرن در دام های عقبا قرار میگیرن. میفرماید که مال دنیا دام مرغان ضعیف، ملک عقبا دام مرغان شریف. یعنی مولانا در اینجا داره میگه که ما دو تا دام داریم، یکی دام دنیاست، یکی هم دام آخرت است. ولی چه بهتر که از زبان حافظ بشیم، بنده عشق باشیم و به اصطلاح از هر دو جهان فارغ بشیم. فاش گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. یعنی از هر دو تا بند من رها میشم، به اون بند عشق میرسم. ما یه بند ملک دنیا داریم، یک بند ملک عقبا داریم که بهشت اینا سیده دنبالش میرن، یک بند عشق داریم. تا بدین ملکی که او دام است ژرف، به این ملکی که یک دام عظیمی هست یعنی دام عقبا، در شکار آرن مرغان شگرف. مرغان شگرف یعنی طالبان حق، اونایی که توانایی هستند. عرض میکنم خدمتون که به همین شکل مولانا معتقد است به این که خود عشق هم یک دام است. در عرض میکنم دفتر اول بیت 974 میگه دامهاشان مرغ گردونی گرفت، دامهایی که انبیا پهن کردن مرغ گردونی، یعنی مرغایی که همش میگردن سرفکنده هستن، آدما از این کوچه به اون کوچه، از این خونه به اون خونه، دنبال خودشونن، دنبال حقیقتن. دامهاشان مرغ گردونی گرفت، نقصهاشان جمله افزونی گرفت. وقتی اومدن تو این دام قرار گرفتن، در اثر هدایت و توجه و رحمت نقصهاشون افزونی شد. جهد میکن تا توانی ای کیا، در طریق انبیا و اولیا. پس بنابراین معنای نماد دیگری که ما بحث کردیم بحث دامه، و دام از نظر مولانا هم جنبه منفی داره هم جنبه مثبت داره. یک معنای دیگه که مولانا نگاه میکنه به دام، میگه دام اون دام دنیا و تمایلات نفسانی است. این دفتر ششم بیت 378، این جهان دام است و دانه آرزو، آرزوهای طولانی که انسان داره به او دست پیدا نمی کنه. درگریز از دام ها رویار زو، زو یعنی زود توجه بکن، از اون آرزوهات پشت بکن به اون آرزوها، آرزوهای طولانی، یعنی آرزوهایی که من به او دست پیدا نمی کنم. حزم، حالا یه چیزی داریم به نام حزم، حزه میم، پیغمبر میفهمد
حزم داشته باشید و حزم یعنی سوء ظن داشته باشید. نسبت به این دامها شما خوشبین نباشید، نسبت به نفس خوشبین نباشید. حزم آن باشد که ظن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری. از بد بخوای بری بشی باید بدبین باشی به دامها، نه به آدمها، به دامها. حزم سوء ظن گفته است آن رسول. مولانا میگه پیغمبر گفت حزم همون سوء ظن است. هر قدم را دام میدان ای فضول، روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کمران اوستاخ. و بارها و بارها مولانا در مثنوی از شهوت انسان به عنوان یک دام مولانا ذکر کرده و خیلی فرازهای زیادی داریم. و مولانا معتقد است به این که انسان بزرگترین هنری که میتواند انجام بدهد این است که از مواهب دنیا استفاده بکنه بدون اینکه در دام دنیا گرفتار بشه. و اگر در دام دنیا گرفتار بشه حتی خوردن او هم آرامش نداره، استراب داره. یعنی بهره‌گیری از این پدیده‌های مادی هم دیگه برای او حرام میشه. در دفتر پنجم بیت 1404 میگه دانه کمتر خور مکن چندین رفو. که خورده کنترل داشته باش، پرهیز داشته باش، اینقدر جسمتو رفو نکن. دانه کمتر خور مکن چندین رفو، چون کلو خواندی. وقتی که در قرآن خوندی کلو یعنی بخورید، بخوان لا تصرفو، لا تصرفو رو هم بخوان. تا خوری دانه نیفتی تو به دام، تا اینکه مبادا در اثر خوردن زیاد به دام بیفتی. این کند علم و قناعت و سلام. یکی اینکه علم داشته باشی یعنی ذهنت تماشاگر باشه و ذهنت مواظب باشه، قناعت داشته باشی. نعمت از دنیا خورد عاقل، نعمت از دنیا خورد عاقل نه غم. اینطوریه که من بخورم که غم ببرم. جاهلان محروم مانده در ندم، اما اونایی که جاهلن میخورن اما یه حالت پشیمانی دارن، یعنی اون امر اسپریچوالشون معنویشون به هم ریخته است. چون در افتد در گلوشان حبل دام، وقتی که این عرض میکنم خدمتون که ریسمان دام به گلوی من میفته، من گرفتار این دنیا. دان خوردن گشت بر جمله حرام، یعنی وقتی من دارم میخورم ولی با استراب میخورم. مرغ اندر دام دانه کی خورد؟ مرغی که افتاده توی دام چگونه میتونه دانه بخوره؟ دانه چون زهر است در دام ار چرد. عرض میکنم که دانه چون زهر است در دام ار چرد. میگه اگرچه این میچره اما توی دامه، توی دام داره میخواد بهره بگیره، اما تو این دامی که داره بهره میگیره این استراب داره، آرامش نداره، چی میشه، چه خواهد شد. بنابراین حتی کسانی که در این دام قرار گرفتن حتی بهره مادی هم نمیبرن. خب پس بنابراین بحث من طولانی شد. غزلی رو که خدمتون فقط خوندم، حالا الان تفسیرش عرض میکنم که تفسیرش رو کالبد شکافی هستیم، ایضاح مفهومی کردیم، کالبد شکافی کردیم. مفاهیم این غزل را یکی یوسف بود، یکی دام بود، یکی بام است، حالا بام رو هم عرض میکنم، یکی جام است اینها، و یکی هم عرض میکنم که نسبت یوسف با همه اینا رو که عرض کردم. حالا خود این غزل رو توجه بفرمایید. میفرماید ای یوسف خوشنام ما، خطاب میکند به معشوق، ای یوسف خوشنام ما، ای معشوقی که آوازه تو گسترده است، خوشنامی، خوش میروی بر بام ما. این بام یعنی وجود ما، یعنی خوش میروی بر بام ما، یعنی اومدی بر من مسلط شدی، منو تو اون دام انداختی، بله بر من مسلط شدی. این خیلی خوبه که عشق بر من مسلط باشد، من خودم رو تسلیم عشق بکنم. عشق هم یعنی نه اینکه من خاطرخواه یه نفر بشم، اون هست، اما معنای عشقی که مولانا میگه این نیست. عشق به تمام بشریت، عشق به تمام موجودات، شفقت ورزی نسبت به همه موجودات، نه اینکه یه نفر دارن میزنن بعد میگه که آقا چرا میزنیش، مگه جهوده؟ تفکر رو ببینید، اگه جهوده باید بزنیش، چقدر این تفکر مسمومه. ای یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما، ای در شکست جام ما. جامو گفتیم چی بود؟ هیئت من، هیئت ظاهری من، شکل من، وجود موهوم من، وجود کاذب من، ای در شکست جام من، جام منو شکستی، ای بردرید دام ما، دام ما رو هم تو بردریدی. دام رو گفتیم، جام رو گفتیم، یوسف رو گفتیم. ای نور ما،
ای معشوقی که روشنایی ما هستی، الله و نور و سماوات و الارض، ای نور ما، ای سور ما، سور یعنی شادی عروسی ما، ای دولت منصور ما، دولت یعنی سعادت یعنی نیکبختی، منصورم یعنی پیروزی، من به فلاح میرسم با این عشق. حالا چیکار کن؟ جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما. یه جوششی در من ایجاد بکن، من مزاجم عوض بشه تا از این خامی بیرون بیام، یعنی می بشود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما، جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما. من از این خامی بیام بیرون که مولانا میگه، بارها این رو بنده عرض کردم، بعضی از حرفای من تکراریه ولی این تکرارها لازمه. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم یه دانشی داشتم، پخته شدم به علم به عین الیقین رسیدم، سوختم به حق الیقین رسیدم، یعنی من اتحاد پیدا کردم. بنابر این میفرماید که جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما، ای یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، دلبر ما هستی، مقصود ما هستی، دل ما را تو بردی. زمانی من عاشق میشم که دلم برود. آتش زدی در عود ما. عود یک چوبی است، یک گیاهی است که وقتی آتش میزنن دودی از او بلند میشه، آثاری بلند میشه و اون دودش خیلی خوشبو هست. میگه وقتی که این آتش زدی به وجود من، این عود من دود کرد. حالا ببین چه آثاری دارد این عشق تو. آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما. دودی که از این عشق برمیاد شفقت ورزی نسبت به همه انسان هاست. ای یار ما، ای کسی که یار ما هستی، ایار ما، ایاران مثل رابین هود، اینا پنهان بودن، به کاروان ها حمله میکردن، از ثروتمند ها میگرفتن میدادن به افراد غنی. مولانا حضرت حق را ایار میداند، یا معشوق را ایار میداند، چون پنهان است، دیده نمیشه، میگیرد و به ما میدهد. ایار ما، ایار ما، دام دل خمار ما. ای کسی که دام دل خمار یعنی مست ما هستی، پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما. پا رو وا مکش از کار ما، یعنی ما رو رها نکن و این دستار ما رو از ما بگیر. این دستار چه بوده؟ عمامه‌ای که زمان قدیم پارچه‌ای که دور سرشون می‌بستن حیثیت اجتماعی بهشون میداده. میگه این دستار رو از ما بگیر. حالا این حیثیت اجتماعی ممکنه بنده یه جا کروات بزنم برای اینکه حیثیت اجتماعی داشته باشم، یا مثلا ماشینی سوار بشم حیثیت اجتماعی داشته باشم، گاهی به چیزهای دیگه ای افتخار میکنم که همه اونها مانع میشه. ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای بله دل، جان میدهم چه جای دل، در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل. میگه در گل، اینجا یکی از این نمادها هم در اینجا گل است، و گل همون تعلقاته، گل عالم، گل عالم ماده، عالم ظلمت. میگه در گل بمانده پای دل، جان میدهم، من جان خودم رو فدا میکنم برای اینکه از این گل بیام بیرون. چه جای دل؟ اصلا دل چیه؟ من تمام هستی خودم رو فدای این ترک میکنم و فدای این پرواز میکنم. و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. از اون آتش سودا، یعنی از اون آتش عشق، ای وای بر ما که ما چه باید بکشیم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بسیار بسیار سپاسگزارم از توجهی که شما عزیزان دارید و کامنت هایی که میدید، ایمیل هایی که میزنید و ما رو یاری میکنید، غلط های ما رو به ما تذکر میدید، قطعا ما غلط داریم. همه شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. خدا یا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. همه شما رو به خدا میسپارم.